دوستان سلام در این درس میخوایم با همدیگه ببینیم تو آلمانی چطوری میتونیم بگیم نمیدونم حالا چه در زمان حال بگیم نمیدونم و یا بگیم نمیدونستم همه رو با همدیگه در این درس یاد خواهیم گرفت خب برای فعل نمیدون در حقیقت فعل دونستن ویسن استفاده میشه ویسن یعنی دونستن یه چیزی حالا ندونستن خب بس منفیش بکنیم دیگه حالت اولی که میتونیم بگیم در زمان حال میخوایم بگیم نمیدونم میشه ایش وایس نیشت ایش وایس نیشت ایش بخوایم کامل تر بگیم میگیم ایش وایس اس نیشت ایش وایس اس نیشت ایش یعنی من نمیدونم به فرض از آدرس میپرسن در هر حالتی که چیزی رو ندونید میتونید از این جملاتی که تو این درس کار میکنیم استفاده کنید حالا بخواید یه ذره محترمانه تر بگی بگید متاسفانه نمیدونم مثلا آدرس ازت رو از میبرسی میگه متاسفانه نمیدونم میگید ایش وایس لایدا نیشت لایدا یعنی متاسفانه ایش وایس اس لایدا نیشت ایش وایس لایدا نیشت این از زمان حال حالا زمان گذشتهش مثلا میخوایم که یه چیز رو نمیدونستید در گذشته مثلا میرسید یه جایی طرف میگه که بسی امروز تعطیله خب میگفت باید جواب بدید که نمیدونستم حالت پقتیقیتوم فعل ویسن وستن میشه که صرفش کنی من نمیدونستم میشه ایش وست نشت ایش وست نشت ایش وست نشت. نشت کامل ترش میشه ایش وست اس نشت ایش وست اس نشت و حالت دیگه خیلی محترمه که متاسفانه نمیدونستم میشه اش وست اس لایدن نیشت ایش وست اس لایدن نیشت ایش وست اس لایدن نیشت این از حالت پرترتومش که برای زمان گذشته گفتن آسون تره حالت پرفکتش هم هست حالت پرفکتش تشکیل میشه از هابن به عنوان هیلپس و پارتیسیپ که آخر جمله میاد میشه گوست یعنی من بخوام بگم که نمیدونستم اگه بخوام حالت پرفکت رو استفاده کنم میگم ich نیشت nicht gewusst نیشت habe حالا بعضی وقتا اگه بخواید بگید که اصلا نمیدونست نمیدونم یا نمیدونستم میگید ich habe gar nicht یعنی اصلا و ابدا حالا هر کدوم که راحت رو میتونید استفاده کنید یعنی یا اگه خواستین گذشتهش رو بگین یا پرفکتومش رو میگید یا پرفکت هر دوتاش در زبان استفاده میشه این جملات کوتاه ich habe gewusst یا ich habe nicht gewusst همه رو میتونید بگید کامل ترش میشه ich habe es nicht gewusst ich habe es nicht gewusst ich hab's nicht gewusst و بخوایم با لایدا بگیم که متاسفانه نمیدونستم میگیم که ich habe es leider nicht gewusst ich habe es leider nicht gewusst Ob این از فعل ویسن بود دوستان که زمان حال گذشته پقتقیتومیش و گذشته پرفکت رو یاد گرفتیم یه مدل دیگه هم هستش که میتونید برای گفتن نمیدونم ازش استفاده کنید در از این نمیدونم به این معنی که نمیدونم هیچ ایده راجبش ندارم هیچ تصوری راجبش ندارم از فعل آنن هست که اسمش میشه آنونگ شما میتونید بگید کاین آنونگ به فرض ازتون یه چیزی میپرسن نمیدونید میتونید بگید کاین آنونگ کاین آنونگ یا کامل ترش میشه ایش ها کاین آنونگ یعنی من نمیدونم مطلعه نیستم خبر ندارم هیچو نمیدونم ایش ها کاین آنونگ تو بگی بگیم میشه ایش keine کاین آنونگ حالا از وقتا قبل از اینکه ندونستن اگه بخوام صفت بیارم اصلا بگم من مطلقا هیچی نمیدونم در زبان آمیانه میگن ایش هاب ابسولوت کاین آنونگ ایش هاب ابسولوت کاین آنونگ ابسولوت یعنی مطلقا کاملا حالا به جای فعل آنن میشه یه حالت دیگه هم گفت که راجبه موضوعی که مطمئن نیستید یه چیز ازتون میپرسن میگید نمیدونم والا مطمئن نیستم میشه اشبین میا اون زیشا اشبین میا اون زیشا میا اون زیشا مثل اینه که بگید اشبین میا نشت زیشا اشبین میا نشت زیشا این در تمام حالتهایی هستش که شما میتونید تو زبان آلمانی بگید نمیدونم یه مرور کوتاه با هم دیگه میکنیم جمع بندی در حالت حال ایش وایس نیشت بود که کامل تراش رو با هم کار کردیم ایش وایس است نیشت ایش وایس است نیشت پقه که اتبان در زبان گفتاری هم استفاده میشه میشه ایش وست نیشت حالت پرفکتش میشد ایش ها نیشت گه از فعل آنن هم استفاده میشه کاین آنون میشه گفت یا ایش ها و اگر مطمئن نباشید راجبه یه موضوعی میگید اشبین بین میا نشت زشا و یا دیش بین میا اون زیشا. خب حالا از بین این جملات که با هم دیگه یاد گرفتیم تقریبا 14 تا جمله بود میتونید شما تو کامنت بنویسید که کدوماشو دوست دارید بیشتر از همه تو زندگی روزمره استفاده کنید و یا کدوماشو بیشتر از همه استفاده میکنید امیدوارم از این درس لذت برده باشین دوستان عزیز فراموش نکنید که تمام ویدیوهایی که دنبالش میگردید مثل امتحان به آین، امتحان به اتفای، گواهی نامه، جملات کاربردی همه همه در قسمت توضیحات زیر تمام ویدیوها نوشته شده دوستان کافیه بخونید و روی اون پوشه یا پلیلیستی که تمام ویدیوهای مربوط به اون موضوع درش هست کلیک بکنید وارد و اونجا میشید میتونید همه ویدیوهای مرتبط با همدیگر رو به ترتیب ببینید تا ویدیوی بعد بترود